امارای دستگاه تازه ای نیست و از 34 سال پیش یعنی از سال 1980 برای شناخت و کمک به درمان بیماری ها استفاده میشه. تا به حال تصاویر تهیه شده امارای عکسهای ثابتی از ضایعه مورد نظر تهیه می کردن. اما امسال پژوهشگران دانشگاه دیویس در کالیفرنیا با اختراع امارای اکتیو یا فعال موفق شدند با تهیه تصاویر سبودی و متحرک درک بهتری از سازوکار آسیب شناسی بیماری های مفصلی به دست بیارند. دانشمندان دانشگاه لویزیانا هم توانستند با تعبیه یک محرک الکتریکی کوچک در سیستم اصاب مرکزی بیماران مبتلا به آسیب های بخشی از فعالیت حرکتی و احشایی بیماران از جمله کنترل اسفنکترهای لگنی رو به اونها بازگردونند. این دستگاه میتونه تحول بزرگی در نحوه و کیفیت مراقبت از بیماران نخایی ایجاد کنه. مهندسان و مخترعان دانشگاه شالمرز گوتنبرگ هم شاهکار دیگه ای زدن. اونها موفق شدن یک دست مصنوعی تولید کنند که علاوه بر حرکت حس لمس و حرارت رو نیز منتقل میکنه. و سرآخر شاید هم مهمتر از همه در حوزه نوآوری کمپانی عظیم مترونیک آمریکا با تولید میکروچیپ های الکترونیکی مغز گام بزرگی در درمان پارکینسون یک بیماری مزمن و ناتوان کننده برداشت تا جایی که بیماران مبتلا به پارکینسون میگن زندگی به اونها دوباره لبخند زده اما امسال موضوع دیگه علاوه بر پیشرفت علمی و توسعه تکنولوژی جامعه پزشکی رو انگشت بدهن کرد قدرت شبکه های اجتماعی و فراخوان موسوم به آیس باکت چلنج آیس باکت چلنج یا چالش سطل یخ در واقع فعالیتی بود که با نیت خیرخواهانه برای کمک به جامعه بیماران مبتلا به ایلس آغاز شد این چالش به سرعت رسانه های اجتماعی و در را در نردید و در اون هر فرد یا یک سطل آب یخ رو, رو, رو روی سر خودش خالی میکرد یا 100 دلار به مؤسسه خیریه ایلس کمک میکرد او سپس سه نفر دیگر رو نامزده این کار میکرد و سرانجام این حرکت زنجیروار تونست رقم بیسابقه سابقه 100 میلیون دلار رو برای بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی ترافیک یا ALS جمع بکنه.